سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. از این خواننده چند نفر درخواست داشتن که این آهنگ رو انتخاب کردم و همون اولش یه ریف ساده داره که روی گیتار بیسه، اما ما میتونیم روی گیتار حالا الکتریک یا هر گیتار دیگه ای دارید میتونید این ریف رو بزنید و واسه ورس هم این ریف تکرار میشه و واسه کورسش میتونیم از پاور کورد استفاده کنیم و واسه صدا هم گیتارم مستقیم رفته توی کارت صدا توی کامپیوتر و دارم از آمپای مجازی استفاده میکنم، از آمپ نرال دی اس پی، اون نسخه گوجیرا. خب همون ریف اولش از فرت دوم سیم پنجتون شروع کنیم که نوت بی هست و همونطور که گفتم هر گیتاری دارید فرق نداره، فرت دوم سیم پنج تا اونجایی که کوکتون استاندارد باشه، همون EADGBE باشه، میشه نوت بی. پس فرت دوم سیم پنج رو با انگشت یک بگیرید، اینو واسه دو ضرب نگه میداریم، بعد بیاییم فرت پنج روی همون سیم پنج، تمام نوتامون داخل همون ریف اول روی سیم پنج. پس اول فرت دو، بعد فرت پنج، بعد فرت هفت و انگشت سه، بعد پنج، این میشه میزان اوله و بعد باسه میزان دوم دوباره میریم فرت دو رو میزنیم. پس بعد بقیه میزان دوم فرت هفت رو میزنیم، بعد پنج و بعد هفت پنج، این میشه بقیه میزان دوم. پس میزان اول دوم و بعد واسه میزان سوم دوباره میریم فرت دو، بعد پنج، بعد هفت، پنج هفت، این هم میشه میزان سوم، یعنی دو، بعد واسه میزان چهارم میریم فرت هشت، بعد هفت، بعد پنج و بعد هفت پنج. این در کل میشه همون چهارتا میزان ریف اصلیمون که اگه بخوایم آروم بزنیم همینطوری تکرار میشه. هم واسه قسمت مقدمه میتونید اینو بزنید، هم از اونجایی که شروع به خوندن میکنه که ورسمون هست کلا فکر کنم پنج بار اینو میتونیم بزنیم، بعد اونجایی که میگه توی ماری میشه قسمت کورسمون، میتونیم با پاور کورد بزنیم، پاور کورد بی 5 مون یا حالا همون بی 5. پاور کورد آکوردایی هستن که نه ماژور هستن نه مینور، یعنی فقط از درجه اول و پنجم تشکیل میشن و اگه بخوایم هر پاور کوردیو بگیریم اون نوت رو پیدا میکنیم. مثلا این نوت بی هست، انگشت یک رو میذاریم اونجا، انگشت سه رو میذاریم یه سیم پایین تر، دو فرت این برتر، یعنی میشه فرت چهار سیم چهار، انگشت چهار رو هم میتونیم بذاریم فرت چهار سیم سه که میشه شکل کامل یه پاور کورد بی 5. سیم 6 رو هم با ادامه انگشت یک خفه کنید، چون داخل این پاور کورد سیم 6 رو نمیخوایم، با پیک این سیم رو میزنیم ولی نمیخوایم صدا شنیده بشه، پس با ادامه انگشت یک خفش کنید، اینو چهار بار بزنید و سیم یک و دو رو هم باز نزنید، یعنی با ادامه انگشت یکتون آروم بذارید روی این دوتا سیم، حتی اگه پیکتون هم روی این دوتا سیم بخوره صداشون شنیده نمیشه. چهار بار اینو بزنید و چهار بار میریم به E5 یا E5، فرت دو سیم چهار و پنج و انگشت یک بگیرید، سیم شیش رو همین بار میزنید، باز سیم یک دو و سه رو با ادامه انگشت یکتون آروم بذارید روی این سه تا سیم که صداشون شنیده نشه حتی اگه با پیک میزنید این سیما رو. از چهار بارم E5، بعد همین میزان رو یه بار دیگه تکرار میکنم، اون علامت میزان دوم که حالا مثل یه علامت درصده، یه دونه خط یه نقطه بالا و یه نقطه پایین هست، یعنی که میزان قبل دقیقا تکرار کنید. میتونستیم این میزان رو کامل بنویسیم توی میزان دوم ولی حالا میخواستم با این علامت هم اگر که حالا آشنا ندارید آشنا باشید. پس میزان اول و دوم کورسمون مثل هم،
بعد واسه میزان سوم دوباره 4 تا B5 بزنید، بعد همین شکل رو بیارید فرت 5، یعنی 5 سیم 5، 7 سیم 4، 7 سیم 3، میشه پاور کورد D5. دوباره هم اینجا بزنید، بعد دوباره E5، همین شکل رو دو فرت میان جلوتر، فرت 7 9 9، دقیقا همین E5 که اینجا داشتیم، ولی خب از لحاظ انگشت گذاری میتونیم اینجا بگیریمش. دوباره اینو بزنید واسه میزان سوم، بعد واسه میزان چهارم باز این شکل رو یه فرت بیان جلو، میشه 8 10 10، میشه پاور کورد F5. 4 بار روی این بزنید و بعد 4 بار دوباره برگردید E5، 7 9 9، و این کلا میشه همون ریف کورسمون که اینو میتونید دو بار بزنید از اولش. و بار دوم حالا هم میتونید پامیوت هم کنید پاور کوردار رو با این قسمت دستتون، آروم بذارید روی این قسمتی که سیم ها به بریج رسیدن. اگر روی گیتار فلزی یا حالا نایلونی دارید میزنید، روی اونها هم میتونید پامیوت کنید، ولی با دیستورشن پامیوت بیشتر استفاده میشه. یعنی این قسمت دستتون رو که بذارید اینجا، باز همین پاور کوردار رو میزنیم، میتونید بار دوم پامیوتشون کنید. پس این همیشه قسمت کورسمون. وقتی که کورسمون تموم شد، دوباره تیکه ورسمون شروع میشه که باز همون ریف اولی رو میتونید بزنید. یعنی we'll be right back.